روز دانشجو، ما معمولا به صفت خود دانشجو روز دانشجو رو بحث میکنیم، اما من فکر میکنم روز دانشجو پر معانی خیلی زیادی توش هست. خیلی من متاسفم که ما نتونستیم به علت مشکلاتی که در این سالها به خصوص داشتیم در کشور، نتونستیم درست تبیین بکنیم که چرا مردم انقلاب کردن، و همین هم باعث شد که خیلی بعد از 40 سال روایت هایی که داره صورت میگیره، روایت ها داره کاملا تحریف میشه. انقلاب یه پدیده اجتماعی هست و پدیده اجتماعی قواعد و قانونمندی های خاص خودش رو داره. مثل این خودکار که از دست من میاد پایین، میگیم قانون نیوتن خودکار رو برد پایین، انقلاب هم قاعده مندی خاص خودش رو داره. انقلاب پروژه نیست. خیلی الان سعی میکنن که هم انقلاب رو یک پروژه متصور بشن. یک مشکل ما در مورد انقلاب، به روایت انقلاب اینه، یک بحث هم واقعیت های تاریخی رو دارن کتمان میکنن. تو این جلسه من نمیخوام تو این مقدمه پیرامون همه اونا حرف بزنم. مثلا یک بحثی که خیلی وقتا دیدم که شاه دیگه آدم نکشت و نخواست ایرانی ها رو بکشه و رفت، اصلا ما نتونستیم ترسیم کنیم که دیگه توان کشتن نداشت، کسی اسلحه به روی مردم نمیگرفت. یعنی یه جا به جایی برای روز دانشجو مسئله انقلاب هست و حکومت پهلوی هست، که نسبت روز دانشجو به حکومت پهلوی رو ما نتونستیم به نظر من خوب باز بکنیم، ولی باید بدونیم که شرایطی بود که به هر حال ایران توی زنجیره امنیتی جهان نم منتفع بشه از منافع جهان، بلکه هزینه میکرد برای حضور آمریکا و بهره برداریش از منافع در منطقه. این دوتا فرق میکرد. ممکن بود یه نظام توسعه‌گر باشه، من در حلقه امنیتی میمونم، یه نظام توسعه‌گر نیست، ولی به هر حال هزینه های امنیت جای دیگر میده. به هر حال روز دانشجو از یک جهت به هر حال بحث نظام شاهنشاهی پهلوی هست که میتونیم مرور کنیم تو روز دانشجو با این سه قطره خون مشهوری که به هر حال در اون روز ریخته شد. توی بحث دیگه روز دانشجو مسائل جنبش اجتماعی هست و جنبش های اجتماعی در ایران درست ماهیتشون عوض شده، بعضی هم اهداف عوض شده، ولی همواره جنبش های اجتماعی توی ایران برخلاف خیلی از کشورهای منطقه پیشرو بودن و ما صاحب جنبش اجتماعی بودیم، در صورتی که خیلی از کشورها اصلا به درجه از رشد نرسیده بودن که خود جنبش در اونها شکل بگیره. آخه خود جنبش اجتماعی یک مسئله است، جامعه‌ای که در بطن اون بتونه جنبش شکل بگیره یک مسئله است. ما از این جهت به هر حال کشوری بودیم که سنت‌های دیرین تو جنبش‌های اجتماعی داشتیم. به نظر من روز دانشجو باید به یاد ما بیاره که ما روایت‌هایی از جنبش‌های اجتماعی نوین رو، جدید رو باید بتونیم داشته باشیم. و مسئله خود دانشگاه هست که سیر تطور فعالیت اجتماعی و سیاسی در دانشگاه به نظر من خیلی مهم است بهش توجه بکنیم. دانشگاه همیشه مهد تحرک روحی بخشی سیاسی به جامعه بوده و خب باز به نظر من خمودگی و خموشی در دانشگاه اصلا چیز خوبی نیست، جامعه رو کم تحرک میکنه. دانشگاه میتونه جامعه رو به تحرک وادار بکنه. خود شکل‌گیری جریان‌های دانشگاه الان به نحوی هستش که من به نظرم شکل‌گیری‌های دستکاری شده در تحرکات دانشجویی اساساً از اول هم نامناسب بوده و هم اون بطن طبیعی جنبش دانشجویی رو هم از بین میبره. ایسنا هم به نظر من پایه‌گذاره و سنت شکن خبرگزاری های در حقیقت رسمی بگیم یا خبرگزاری های با ساختارهای رسمی بگیم. ایسنا سنت رو شکست و من فکر میکنم حداقل توی مطالعات رشته خودم شکل‌گیری یک خبرگزاری به این شکل که متکی بشه بر آدم‌های غیر حرفه‌ای، آدم‌های غیر استخدامی، حتی الان شاید این حرفا چیز باشه یه خورده عادی باشه تو دوره تاریخی خودش، به یه شکلی از خبرگزاری رو پایه‌ریزی کرد که
خبر از متن و لایه پایین اجتماعی انتقال پیدا می‌کرد. یعنی دقیقاً متکی شد به دانشجویان ترم اول، ترم دوم، دانشجویانی که تو دانشگاه آمده بودن، تو متن اجتماعی از شهرهای کوچک و روستاها اینا حضور داشتن و نوعی نابترین خبر به ایسنا انتقال پیدا می‌کرد، بدون فیلتر، بدون هیچ گونه تعلقات سازمانی و سازمانی خبرگزاری. این خصلت اسلام بود که خوشبختانه خوب تا به امروز هم تا حدود زیادی این خصلت توی ایسنا حفظ شده و از این نظرم درسته یک خبرگزاری متولد شد، ولی به نظر من یک سبک هم متولد شد و امروز هم ایسنا تاثیرگذار هست و تو فراز نشیب‌های زیاد به نظر من به خاطر بنیان درستی که ایسنا داشته تو فراز نشیب‌های زیاد بالایی که ما داشتیم، زیادی که ما داشتیم، ایسنا تونسته اون هویت خودش رو، هویت خبرگزاری از متن جامعه بدون در حقیقت تعلقات ساختاری بوروکراسی های خیلی پیچیده‌ای که فیلترینگ های خاص خودش رو داره، بدون اون تونسته حضور پیدا کنه. اصلی ترین مسئله‌ای که امروز ما رو نگران میکنه به عنوان من نه از موضوع یک دولت مرد امروز اینجا صحبت میکنم، از موضوع یک کنشگر اجتماعی شاید بگم صحبت میکنم، بیتفاوتیه. و بیتفاوتی بدترین حالت در یک جامعه است که میتونه اتفاق بیفته. بیتفاوتی جامعه رو هرچه باداباد میکنه و هر چیزی رو جامعه میپذیره و نفوذپذیری جامعه هم زیاد میشه. ما جامعه پویا میخواییم، جامعه با مشارکت میخواییم، اعتماد به خود، اعتماد به فرد، اعتماد در حقیقت به اون هویت فردی هر کسی، اعتمادی که به خودش پیدا میکنه بخشی از هویتش میشه. اعتماد به فرد در این شرایط بسیار به ما کمک میکنه، اعتماد به خود بسیار به ما کمک میکنه. از پایه اعتماد به خود باید اعتماد به دیگران و اعتماد به جامعه و اعتماد به نهادهای بزرگ هم به دست بیاد. اگر 99 نتونیم ما منافع ملی ایران رو به درستی پیگیری کنیم، ادعی فکر نکنن میذارن اونو بعد 1400، این تئوری رو بذارن کنار. اگر ما از حالا نتونیم منافع ملیمون رو دنبال بکنیم، به نسل هامون جفا کردیم. ما الان واقعا گاهی وقتا سالهای مهمی تو کشور پیدا میشه، نمیدونم شما هم این احساس منو دارید، بعضی سالهای عمرتون سایه میندازه رو کل عمرتون. سال 98-99 آستانه ورود به 1400 بر آینده ایران سایه خواهد انداخت. حداقل قلوب نکنیم بر یک نسل و فعالیت دو دهه جامعه حتما اثر خودش رو خواهد گذاشت. بنابراین ما نیازمندیم که تو این دوره واقعا با انسجام عبور بکنیم، موارد با در حقیقت ساختارهای متعارض جلو نره، بتونیم به نحوی نقش ایفا کنیم هممون که بتونیم نهایتا امنیت ملی و منافع ملیمون رو تضمین بکنیم. سیاست‌های سلبی به ما کمک نمی‌کنه، سیاست‌گذاری سلبی. من این مصوبه رو یه نوع سیاست‌گذاری سلبی می‌دونم، نه سیاست‌گذاری ایجابی. اینا نمی‌تونه به ما کمک بکنه و حرفم همش همینه. و ممکنه واسه تصورشون باشه، من قضاوتی ندارم، به طور صادقانه که این مصوبه به دولت کمک می‌کنه کارشو جلو ببره. ممکنه واسه ذهنشون باشه که به هر حال تو این مصوبه ما بگیم به هر حال شرایطی ایجاد بشه که دولت دشواری بیشتری جلو بره. من حالا هیچ قضاوتی ندارم. دو تا موضوع ما داریم، یکی سالهای آخر دولته که تو همه دولت‌های این طبیعتاً این اتفاق میفته. توی دوره وزرای یکی از رؤسای جمهور دیگه 5-6 ماه آخر رونوشت به کاندیدای پیروز احتمالی میدادن، من یادم هست خیلی وقتا رونوشتاشون هم میدادن. خب این هم کشور ما بوده. من انکار نمیکنم بگم اینطور نیست حتما، ولی یه مسئله دیگه هم، دولت آقای روحانی دولت حزبی نبوده به هیچ وجه. آقای روحانی از درون یک حزب دولت تشکیل نداد و مشکل اصلی دولت همینه. مشکل اصلی دولت اینه که دولتی که از درون یک حزب بیرون نیاد، شما از همه جناهای کشور آدمایی رو انتخاب می‌کنی دور یه میز می‌شونی تا اینا تفکراتشون به هم نزدیک شه، به خصوص جایی که به بخش سیاسی میرسه نزدیکی تفکرات. به خاطر همینم هست که میگن
ابزار دموکراسی چه خوب چه بد حزبه. یعنی ما چاره‌ای نداریم، یعنی دموکراسی بی حزب دموکراسی نارسه، دموکراسی ناقصه، دموکراسی بی حزب. چون دموکراسی که همراه با حزب باشه، شما پسا صندوق رو هم میتونی دنبال بکنی. دموکراسی حزبی پیشا صندوقش هم تعمیداتش چیده میشه. ما فقط الان صندوق رو داریم، توی صندوق هم احزابی نیستن، جناح کار حزب رو نمی کنه. بگیم این جناح جناح کار حزب رو نمیتونه بکنه. و معمولا هم کشور ما پدیده‌های انتخاباتی یه دفعه ظهور میکنن. یعنی یه اتفاق، این اتفاق اتفاق خوبی نیست که پدیده‌هایی که هیچ احتمالی نمیره یه دفعه میان رئیس جمهور میشن. آقای خاتمی همینجور رئیس جمهور شد، آقای احمدنژاد همینجور رئیس جمهور شد، آقای روحانی همینجور رئیس جمهور شد. این ممکنه از نظر بعضیا بهش میگیم دموکراسی افراطی، دموکراسی، حالا بعضیا تعبیر دموکراسی یلر هم به کار میبرن، دموکراسی حزبی، دموکراسی که در اون منطقش میتونه افراد دارم شک بگیرن بیان و در حقیقت کابینه های همفکری که سالها با هم بودن سر کار بیارن. این مشکل هم همینه، یعنی مشکل پایان کاره، یه مشکل هم خب این نبود احزاب تو کشوره. ما هممون باید تلاش کنیم ما بریم به سمت احزاب و موانع ساختاری حضور حزب رو باید برداریم، چون احزاب وقتی حزب میشن تحت کنترل امنیتی زیاد قرار میگیرن، هزینهش بالا میره، تمایل به حزب کم میشه، میره تمایل به جناح، تمایل میره به سمت کارهای جناحی، جناح طیف دیگه توی جناح که شما میاد. این مسئله اصلی از اونجاست که ارتباط با خارج یا عدم ارتباط با خارج و به خصوص کانونش آمریکا شده مثلا نزاع سیاسی، این بدترین اتفاقیه که میتونسته بیفته. یعنی خود این شده کانون نزاع سیاسی. هیچ دولتی در دنیا بدون ساختارهای قوی اقتصادی داخلی و به بالا آوردن ظرفیت‌های داخلی خودش نمیتونه تو دنیا رشد بکنه. باز به این اضافه بکنید هیچ دولتی در دنیا بدون ساختارها و ظرفیت‌های قوی اجتماعی اقتصادی داخلی و بدون تعامل مناسب با دنیا نمیتونه رشد بکنه. بعضیا میگن اگر شما رفتی به خارج بند شدی رشد میکنی، نه الزاماً رشدی به وجود نمیاره. خیلی کشورها بودن، کشور آفریقایی همش در اختیاره، یا ایران دهه‌های 40 همش در اختیار بود، ولی مفهوم رشد به اون معنایی که مسیر کره جنوبی رو بره ما احساس نمی‌کردیم پیدا مسیر ژاپن رو بره. این قسمت سوم هم داره شکلی از دموکراسیه در کشور که به هر حال اون مشروعیتی که مردم بپذیرن حاکمان حق دارن رو ما حکومت بکنن در گام اول و در گام بعد باید دموکراسی‌های مدرن شکل بگیره، همون احزاب اینا شکل بگیره، وگرنه جامعه پرتنش میشه. خب اینا باید کنار هم باشه، این یک واقعیته. حالا وقتی اینو شما تبدیل به نظام میکنید و کشور آسیب میبینه، من دیدم بعضیا میگن آقا شما به جهان دنیا چی کار دارید، با همین همسایه‌ها کار کنید. یعنی فکر میکنن همسایه جزء جهان نیست. یعنی یه تصورات برخی ها به نظر من، اگر اجازه بدید قضاوت تندی هم نخواهیم بکنیم، برخی ها صادقانه اینجوری اینگونه میاندیشن، برخی ها میدونن اینجوری نیست، به عنوان ابزار سیاسی و به عنوان یک نزاع سیاسی دارن ازش استفاده میکنن. ما اقتصادمون مثل یه رودخونه، یه دریاچه یا رودخونه که نفت تو این جاری بوده و قایق راحت حرکت میکرده، تمام ناکارآمدی هایت هم قایق میپوشونده. یعنی آب، منظورم اون آب زیر قایق تمام یعنی ناکارآمدی ها میپوشونده. شما وقتی این نفت رفته تازه قایق داره به سنگلاخ ها برخورد میکنه. من شاید خوب مثال خوبی رو به اعتقاد خودم زدم که بدونیم بخشی از این مسئله مدیریتی هست، ولی این بیماری اقتصادی قدیمی ما وقتی نفتش نباشه تازه خودشو نشون میده. خب مثلا حالا شما میگی چه ربطی به مرغ داره؟ مرغ 85%ش به ارز وابسته است، از خرید داروش گرفته تا نهادش گرفته تا حتی خود جوجه هایی که بعضا ما میخریم. شما وقتی که نمیتونی به موقع ارز رو تامین بکنی، نهاده رو بیاری، اثرش رو 2 سال میذاره. حالا شما میگی ممکنه مدیریت کنی این بهتر میشد، اینم حرفم درسته، من اینم کتمان نمی کنم، اینم من کتمان نمی کنم، ولی نمیتونی شما اونم نبینی و نمیشه این برم ندید. من واقعا بخشی از اتفاقات که الان رخ داده، بعضی هم تصمیمات غلط هست، مثلا اجازه صادرات به تخم مرغ دفعه نباید میدادید، اینم به خاطر وجود اینه که یک
بازرگانی که ما گفتیم وزارت بازرگانی، تو دوران سختی ما باید رو کالاها متمرکز می‌شدیم، دوران توسعه و صادرات باید یکی می‌کردیم. بازم اونم سیاسی دیدم، اصلا بل کردم، سیاسی دیدم. چون نگهبان یه چیزی گفت و بعد یک مشکل ما اینه که اصلا تفکیک وزارت خونه شد سیاسی. مال ما یا پدیده به سرعت سیاسی میشه، به سرعت امنیتی میشه، این آفتمونه. واقعا حالا برگردیم به این تفکیک وزارت خونه. ما نیاز داشتیم به جایی که به موقع بخره، به موقع توزیع کنه، به موقع مراقب انبارها باشه. و ما رفته بودیم خدمت آقا، من وزیر بودم اون موقع، خود آقا گفت چی این دوتا، هم وزارت مسکن رو گفت هم سمت رو گفت، گفت برای چی این وزارت خونه به این بازه، این تفکیک های مناسبی نبود، معذرت بخوام ادغام های مناسبی نبود. بخشش هم اینه واقعا. ولی یه چیزی هم شایع میکنن که آقا اینا هیچ تو جریان نیستن، مردم دارن گرسنگی میکنن. بله بله خلاص مردم سخته، ولی اینم نیست کسی ندونه، اینم واقعا نیست کسی ندونه. من شاهد بودم سر این مرد معاون اول شاید 10 تا جلسه گذشته، شاید بگم شاید. تو هر جلسه ستاد اقتصادی کوچکترین گرونیا با ناراحتی های زیاد، رئیس جمهور دیگران دنبال میکنن. این تصوری که ایجاد کردن ول شده، کسی به فکر نیست، این واقعا غلطه. تو علت که بریم یکیش همونی که عرض کردم خدمتون، واقعا کشوری که 60 سال به پول نفت بند بوده، پول نفتش به 1 میلیون بشکه میگه وقتی توی سالایی نمیرسه، این قایقه، این کشتیه تازه میخوره، تازه نارسایی های مدیریتی هم توش میزنه بیرون. شما وقتی میگید دوره میز آدم هایی نشستن که سابقه امنیتی دارن، با آدم هایی که رفتار امنیتی دارن، یا آدم هایی هستن اصلا سابقه امنیتی ندارن. من خودم توی شورای بسیار مهمی بودم، در عکسی آورده بودن که کسی تو بسیسی رقصیده مثلا، که بعدا معلوم شد اینجور نبوده. حالا بچه ها که تو خونه شون میرقصن، حالا برفرض اومده بود توی مهد کودک که زیر نظر بسیسی بود، یه عکسی آورده بودن، سر یه جلسه بود ما هم رفته بودیم. این کسی که این حرف میزد نه یه روز تو عمرش سپاه بوده، نه یه روز تو عمرش تو وزارت اطلاعات بوده، نه تو نیرو انتظامی بوده، نمیخوام حالا اسمش رو بگم. یه خانومی هم بود میگفت راه حل رسیدیم به بحث تنفروشی و مثلا فحشا و اینا در ادامه بحث، گفت راه حل قرآن داده. گفتیم چی؟ خب اعدام کنید. این کجا کار میکرده این؟ نمیدید دیدگاه تنگ در جامعه. تو سپاه، نسل اول سپاه واقعا بچه های روشن فکر بودن. شهدای اول ما رو نگاه کنید، تمام بچه های روشن فکری بودن و از دل جامعه و روشن فکری جامعه اومده بودن بیرون. نهادهای اساسی ما، این تصوری که بعدن یه عده ایجاد کردن، اینطور نبوده. این نهادها در حقیقت یه نهادهای روشن فکری فداکار بودن که اومدن توی این نهادها شکل گرفتن، این نهادها به وجود اومدن. و نباید به سنت قبل اینا رو واقعا روش تفسیر کرد.